سلام به همه شما همزبونا و هموطنای عزیز، امیدواریم هر جای این کره خاکی که هستین حالتون خوب باشه. من به عنوان یک پژوهشگر و محقق میخوام ویژگی های یک اتاق خواب خوب و از نگاه علم فنگشوی براتون بگم، نکته هایی که میتونه در زندگیاتون خیلی اثرگذار باشه. اینکه تختمون به چه شکلی بذاریم از نظر جغرافیایی تا رسوب و آهن تو بدن پیدا نکنیم، از چه رنگ‌های استفاده کنیم اگه عادت افرادی هستیم که زود عصبانی میشیم، یا اینکه کسایی که میل جنسیشون کمه میخواین تقویت قوای جنسی داشته باشن، یا اگه زیاده میخوان تعدیلش کنن، و کلن یه اتاق خواب خوب چطوری باشه تا هم باعث خواب عمیق بشه، کیفیت خواب بالا ببره و هم باعث آرامش فرد و برطرف شدن برخی از مشکلات بشه. از همه مهمتر، ما چطور میتونیم با استفاده از بلورهای نمک انرژی مثبت به خونمون بدیم و حداقل تا شعاع 6 متر پاکسازی از امواج منفی داشته باشیم؟ در مرحله اول چقدر خوبه که اتاق خوابمون به اندازه کافی نور داشته باشه و هم اون تهویه هوا صورت بگیره، و وقتی که نور به اندازه کافی هست معمولا اینطور خونه ها خوش موج تر هستن. نور کافی باعث میشه هم ضدعفونی بشه و هم حس حال افراد بهتر بشه. اما اگه اتاق خوابتون طوری هست که نور به اندازه کافی ندارین، بازم جای نگرانی نیست. به اندازه کافی به شما راهکار میدیم تا یه اتاق خواب فوق‌العاده با طول موج مثبت داشته باشه. مرحله دوم، چقدر خوبه که تختمون رو توی حالتی قرار بدیم از لحاظ جغرافیایی که در تطبیق با میدان مغناطیس زمین باشه. زمانی که این میدان مغناطیسی زمین رو تطبیقش میدیم با میدان مغناطیسی بدن خودمون، اتفاق خوبی میفته. از رسوب آهن پیشگیری میکنه تو بدنمون. آهن هست تو بدن که در سر تا سر بدن دور میزنه. نخوابیدن در جهت میدان مغناطیسی زمین میتونه باعث غلظت خون، امواج منفی و گیر افتادن الکتریسیته ساکن تو بدن بشه. طبق تحقیقاتی که در دانشگاه بیل انجام شد کاملا این موضوع رو اثبات کرد. نمیدونم براتون پیش اومده یا نه، وقتی وارد یه اتاق خوابی میشین که رنگ‌های ملایم داره و اگه از راز اعصاب راحت نباشین، یهویی احساس میکنین که خیلی حالتون بهتر شد. این نشون دهنده اینه که رنگ‌ها میتونن به شدت تاثیرگذار باشن. کلام بزرگان که میفرمایند زمانی که به اندازه کافی نشاط ندارید، از رنگ‌های سبز استفاده کنید، به سبز نگاه کنید، به طبیعت نگاه کنید که رنگ سبز داشته باشن. سبز نشاط آوره. میخوام بهتون بگم اگه فکر میکنین که به اندازه کافی شاد نیستید، از رنگهای سبزهای خوش رنگ تو اتاق خوابتون استفاده کنید، یا اینکه رو تختیتون سبز باشه، لباس خوابتون سبز باشه، حتی میتونه پرده اتاقتون سبز باشه. البته سبز هم باز طیف گسترده‌ای داره. سبزهایی که ملایم هستن میتونن تاثیرات بسیار مثبتی داشته باشن و کاملا ضد افسردگی عمل میکنه. حتی از لحاظ تقویت قوای جنسی هم رنگ سبز به شدت تأثیر گذاره. اگه احساس میکنید که خودتون یا همسرتون میل جنسیتون کمتر شده، از این رنگایی که میگیم تو اتاق خوابتون یا برای لباس خوابتون استفاده کنید، مثل رنگ نارنجی، مثل قرمز، مثل زرد. این رنگ ها محرک هستن و به مرور زمان مشکل ضعف جنسیتون رو میتونه برطرف کنه. اگر هم که در این زمینه مشکلی ندارید و میخواین که خودتون رو کمی متعادل تر کنید، اینجا ما میتونیم از رنگ آبی استفاده کنیم تا اون تنش هایی که در طول روز داشتیم رو پاکسازی کنیم. آبی یک رنگ بسیار آرام بخش با فرکانس پایینه، به خاطر همین نباید افراط کنیم در استفاده از رنگ آبی. رنگ آبی اگه در حد تعادل باشه، همینقدر که یه گلدون آبی داشته باشیم، یه سری تزئیناتی که آبی باشن میتونن باعث آرامشمون بشن و تنش هامونو کمتر کنن. از سنگ نمک براتون گفتیم که چطور میتونه بلورهای نمک باعث بشن تا شعاع 6 متر
فضا پاکسازی بشه از انرژی های منفی و از امواجی که مضر هستن. معمولا تو زندگی های شهری امروز بلورهای نمک لازمه زندگی ما هستن که ما رو در امان نگه دارن. خیلی وقتا میبینی در همسایگی ما دکل های برق وجود داره که تو ایران موجوده، دکل های که مال مخابرات هستن، برق هستن و تشعشعات این دکل ها میتونه باعث جهش های ژنی، فعالیت بیش از حد رادیکال های آزاد تو تنمون بشه و مشکلات اعصابی که خیلی ها دارن. عزیزی برای ما تعریف میکردن از وقتی این دکل ها رو تو حیات خونه ما گذاشتن، من از لحاظ اعصاب به شدت به مشکل برخوردم. آیا میتونه مربوط باشه؟ ما بهشون گفتیم قطعا همینطوره، شما درست حس زدیم و بهشون پیشنهاد کردیم از سنگ های نمک استفاده کنن. هر چقدر این سنگ ها بزرگتر باشه انرژیش قوی تره، اما وقتی که این بلورهای نمک با نور طبیعی یا مصنوعی ترکیب میشه میتونه یوزیناسیون یا شارژ الکتریکی به وجود بیاره که در این صورت اون فضا رو پاکسازی میکنه از امواج منفی. تنها نوری که ما میتونیم استفاده کنیم به جای چراغ‌های خواب میتونیم از نورهای خیلی ملایم که از بلورهای نمک رد شده استفاده کنیم که برامون مشکل رو ایجاد نکنه. بهترین حالت برای این که ما بتونیم انرژی از دست رفتمون رو به دست بیاریم، ذهنمون رو پاکسازی کنیم و اون فضولات متابولیکی که وجود اومده از مغزمون پاکسازی کنیم، باید اتاقمون کاملا تاریک باشه و یه خواب کاملا عمیق داشته باشیم. این نیست که ما یک چشمندی ببندیم و بعد بگیم خب دیگه مشکلمون حله. این طور نیست، کامل باید اتاق تاریک باشه، چون تک تک سلول های بدن اون نور رو میتونن حس کنن که الان هوا روشنه و روشنی وجود داره. اما وقتی که تاریکه این سمزدایی چندین برابر بهتر اتفاق میفته. استفاده از الیافی که کاملا طبیعی هستن که ما توصیه‌مون اینه که الیافتون حتما از پشم باشه، چون مواد طبیعی و غیر سمی داره. استفاده از الیاف طبیعی برای داشتن یه اتاق خواب فوق‌العاده کاملا ضروریه. الیاف طبیعی متفاوتن، خیلی متفاوتن. اینجا بحث تمیز بودنشون نیست، الیاف مصنوعی به شدت تمیز هستن. این مواد صنعتی و پلاستیکی که در ساخت این الیاف به کار میره میتونه برای بدن به شدت مضر و سرطان‌زا باشه. اما وقتی که ما از الیاف طبیعی خصوصا پشم استفاده می‌کنیم، برای زیرانداز و رو اندازمون رطوبت بدنمون رو تعدیل می‌کنه، باعث تخلیه الکتریسیته ساکن بدن میشه، متابولیسم بدن رو بالاتر می‌بره و محیط بدن ما رو قلیایی‌تر می‌کنه. جالبه، پشم فیبر فعال داره و می‌تونه محیط رو ضدعفونی کنه. به خاطر همین هم هست که بعد از مدتی پشم صفر میشه و نیاز داره که باز یک بازسازی اتفاق بیفته. الیاف طبیعی مثل پنبه میتونن برای افرادی که خیلی زود عصبانی میشن یا اینکه مزاجشون گرمه، خواباشون بریده و کوتاه هست، مورد خوبی باشه. پنبه درسته که الیاف طبیعیه، ولی چون طبع سردی داره برای افراد گرم مزاج میتونه به شدت مؤثر باشه. در استفاده از گیاهان تو اتاق خواب نظرهای مختلفی وجود داره، اما من میخوام از نگاه علم فنگشوی بهتون بگم. نگه داشتن گیاهانی که از خودشون دیوکسید کربن در طول شب پس میدن، خب کار درستی نیست و میتونه کلن برای بدنمون مضر باشه. اما برخی از گیاهان کاملا برعکس هستن و باعث خواب عمیق‌تر میشن، چون در طول شب باعث آزادسازی اکسیژن میشن، مثل گیاه پتوس و سانسوریا. شاید این موارد به ظاهر ساده به نظر بیان، ولی همین موارد هستن که لایف استایلمون رو تغییر میدن و باعث پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری‌ها میتونن باشن. قدر سلامتیتون رو بدونید و همیشه با نشاط باشید.